این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک یور ترستد بینک برای شما تقدیم میگردد خوش آمدین به جشنواره بیستوم ستاری افغان پنج اشتراک کننده داریم از راست به چپ زه خو فکر کردم چې زاول کیم باور دارم که در دا برنامه هستم جای تعجب است که دا بین اشتراک کنندای ضعیف قرار گرفته داود صدیقی مجری سابق ستاره افغان سکوت 14 ساله را شکست در چند چیز مرا ملامت میکنن بیا خوب است که برنامه خود برنامه خود دمی دل من خالی کنم اما گله که مستولو دارم همین بار کل ملامتی را دمی 14 سال مد به دوش کشیدم این مساله قدر مرا رنج داد پاسخ به سالات همیشگی در فیسبوک یک بمباران بسیار عجیب سرما شد ما گفتم ما پاس میم ناگفته های داوود صدیقی اگر محسوب میشم در جمع چهره های رسانه ای در افغانستان دلش طلو است خدا میان یادت کردیم عمرت 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 دراز بود از برنامه حذف میشه کی باش از نظرتان اینمی داور اینمی نتاق که نمی جنمی ریلان کرد اینمی تخم سیردار خورده گنگس گول است با سری کارکترک ها نام ماندی سارا جان به افتخار فواد فرمان هر روم در اول شروع بودی آکم بیازد ما سه فرزند دارم خانمم چهار فرزند داره. بلا دو زده که این مرحله هم که رسیدی بسیار خوشم باش عزیز اگر من آهنگم در بالیات نبرامد مرحبا چه 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 جمع آیا از کارهای سخت و شاقه در آمریکا، کانادا اروپا مثل اوبر یا تاکسی، دریوری ترک، کار در رستوران و غیره خسته شدیم؟ آیا میخواین که یک آینده خوب به خود و فامیلتان بسازین؟ اگر بله، پس تنها راهش آموزش و تحصیل است. ما و همکارایم خوشبختانه ایچم HM اکادمی را بنیان گذاشتیم تا بتانیم یک جا به این آرزوها برسیم. HM اکادمی با استادان مجرب و ورزیده کورس های آموزشی آنلاین را آغاز میکنند. فقط در مدت شش ماه شما سند فرند این دیولپر را به دست میارین کورس آنلاین که شامل HTML, CSS, jQuery، JavaScript، Bootstrap و React JS میشه. برای ثبت نام همین حالا به وبسایت ما www.academyhm.com مراجعه کنید و با شماره 209 496 21 87 به تماس شد. سلام جور بخیر خوبه است بچه؟ در بچه جدار فقط 10 دقیقه خو ده دقیقه بات اینه میرسم را بندان است سلام آبا بچه جور بخیر خیرتی است بچه ایش دستان اما امو استاد چاقه که مشنوسی امو کرتی های دراز دراز که میپوشه اون امو دستان گفته نمی خود بار بیز دقیقه بعد دقیقه زنگ میزنم سایز بار خدا بس نمیتانم بچه ایش مریض استم برو دکه فوتبالم روز فوتبال هم لاغرت میکنه چی میکنی بیا فوتبال بریم تو هر روز هم جی میری از جور کدی؟ بله سلام 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 بسم الله الرحمن الرحیم سلام امتناه عزیز و برنامه <applause> گپ جمع گپ بسیار بسیار خوش آمدین گپ زیاده به گفتن دیگه داریم مهمان های بسیار عزیز را خود داشتیم خاطرات 16-17 ساله شما زنده خواهد شد تازه خواهد شد با این برنامه با دیدن از این برنامه و با مهمانی که داریم که داوود صدیقی هست و همچنان در بخش استعداد افغان ما شما میمان داشتیم که با نقاش های بسیار زیبایش یک دختر مساید افغان میاد فواد برش سه چار زنگ آمد و سه چار رقم گب زد آدم یه یعنی این جای ششته یکی گفت مریض هستم یکی گفت دراستم یکی گفت ده دقیقات میرسم مردا زیاد عادت دارن که دروغ بگویند یا ښځوونه زيات ډار درنه وایي بعض دروغګوي دروغ دروغ را دروغ دا رامن چې باور کړئ اګه دروغ شمه فمي پيشوريش برشمه یی کیند والي نه می قبول نه میکنه با یک دروغ دغه طریقه قانوني میسازه راس می بعضه عادت شو نه اگر ته ایت نه فم هیڅ دلیت نامه شکه باور نکونئ زه فکر کوم چې نارینا ډیر دروغایي ها د خزیناو نړی چا دلیل یا دلیل, دلیل دلته فوجان نه مخ واخو تامل بو ده گه ما خو درا راستی خو دروغگو میگه حافظه نداره داره گپ میگه چند دقه و گپش از یادش میره که چی گفته بود دروغ موزر دروغ غیر موزر بازیگان تا از بیخی خوراکش دروغ است امروز روزمره دروغ میگه در مسائل که طاقتش نمیشه امی درو گفتن از خانه رو میشه که پدر و مادرها مثلا بر اولاد خود میگن اگه در سایت خلاص کنیم ما برات زی می یا ما اینی رو یه قصه بکنم در وقتی که خرد بودم امیکا کاکایم زیاد مرا میخواست تشویق بکنه که وقت خانه ما می اومد می دید آ بسیر جان آفرین و مرات چقدر خوب است ما بار دیگه که آمدم مثلا بر تو زی میارم از می اینا خب من طفل بودم و میگفتم من بر من میاره بار دیگه که می اومد میرفتم سعی میکردم یعنی میشستم که چی میا وقت میایه وقتی که می بسیار امیدوار میشد میگفت من برام همون میاره وقتی که میرفتم میدیدم هیچ چیز نبود و واقعا قلبم قلب مشکز ناراحت میشدم و جان بعضی کسا دروغ میگه خب یا از رنگ روش مالو میشه مثلا سرخ میگرده دروغ یا پلکک زیاد میزنه و یا جمله جون خندش میگیره جمله جون یا مکس میکنه که باش چی بگویا چی بگویا آدم چوب میشه اگه آنده بین گپای خود که باش یه گپ جور کنه بگویا او گپ خواست و دروغای سردستی کردم سر جیب شانه زن شوی میگه ایده دیگه اجاتر کی میگه غذا پخته میکنه خانم پرسان میکنه چطور بود او خواهد من خوش خوشش نامده یا یک چیزش کم بود دیگه اخ چی یک مزایی میتر خربانت خیلی که میپخته ایده یک دروغ و یا لباس که میپوشه دستای اگه مرد میپوشه از زن پرسان میکنه چطور میگه بهترین است چقدر مقبول میگه برای داله که درون از او پرسان کنیم یا اگه مزن خانم به شوار زنگ میزنه کجا هستی آقا با ای فکر پیسه که میره خریده اگر من میبدم یک رپه میخریدم اگه اگر دل اگه مقبول میگه که میام تو میزی ببیخی ای دروغ زنان دیگه از مجبوری است یه انگرزان مثلا متوجه باشین که از تجربات خود گفته رایز فاوت اینجا گیر که یک افتا میبینی که سوز و بعض اوقات بعد دروغ که بخصوص در رابطه زنان از ترس میشه ازی که در جنجال نرم گشنه یا اوقاتم تلخ مثلا خود والا میشه به خاطر کار اومدم یک دو تا هم کارم بود ازشون یک چیز پرسون کردم گرفتم پس اینو زود خانه میم به فایده اقتصاد گفتم که بس... باش خانمش مش خوش شه یک چیز نمی یک و خانه خوش شه ولی شرط کو والا گپ آه دیگه گپ نیست خانم هم کامت با اگه خواهد پرسان کنه سر از این وزیک دروغ کنه از این کلان شده میره از شده میره من فکر میکنم که امی جرات از که آدم راست بگویه اگه واقعا اگه تلخم تمام میشه اگه کس جگر خودم میشه اون لحظه شوا شوا خوب است اما اگه خودت میخوای که با می یک گپ دروغ و خوش بسازی و آیستا آیستا با سر زو دیگه دروغا را بار که پیشتر فواد گفت در راه چی ده کاربار باشه چی ده رشته و روابط خانوادگی باشه ده هر جایی که باشه اگه دروغ سر دروغ شد بازی بار کلان سر از شخص بار میشه اما یکی او پخته اقیقت. یعنی یو نه راست کی دروغ, دروغ ان کشف میکنه ان کشف میکن مجبور است که پرداز داده بیزه کو نفر باور کنه و, و چون گپای دروغ هم انت یک نواخت است هیچ چیز نو نمیگم نا یک گپ خود تکرار کنم و دروغ زیاد قسم میخورد که دروغ میگن دروغ یعنی قسم, نیاز, قسم نیاز نیست که آدم زیاد بخوره در جایی که نیاز است که واقعا ضرور است خورده شوی چون گناه داره ام اما بعضی کسایی که متوجه شده باشند قسم میخورن دروغ های ثقیل دروغ در صورتش خوب نیست دروغ های ثقیل باید آره و در بعضی مواقع انسان نا. قرار میگیره که میگه دروغ مصلحت آمیز بگویی که خوب تر است از اینکه راست که بگویی که فتنه انگیز باشه دروغ که به مجبوری باشه و مصلحت آمیز باشه خیر اگه دروغ مثلا شما اگه در بین دو نفر در بین دو نفر میرین میگن که یک نفر هم میگن که بسیار مشکل دارن. یک یکشن میگن که والد برابر بسیار گپ خوب زد گفت که ما بسیار دوستش دارم یا پس می گپ از اون برش میزنی در بین دو نفر آشتی میاد. این ای دیگه صحیح است. شما میگه دروغ مقبول دروغ, 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 دروغ بدرنگ از لحاظ شرعی شام همین دروغ مسلطامیز درست است. کلام بگویم. زنا زیاد توقع در نشورشان باز برش میگه که برمت الله بخر و دیگه زورش نمیرسه بیشتر میگه چشم ایره بخر خانه را بخر سعیز ایره بخر سعیز دیگه دور تا سال, سال دیگه هم که نمیخره هیچ منته خب منطق بازیش میتا دیگه خواهی نمیرم دیگه برمی دروغ برم برم و یکی هم انواع دروغ است در مکتب زیاد دروغ میگن آمترین دروغ که سلام میرسانید در حالی که نفر هیچ خبر نداره سلام میگن و یکی یک دروغ دگام هست تا ایرمت کسما توجه نشد از ایدن تان خوش شده ایم ولی <applause> زیار زیارت خوش شده باشی ها من سرت میفهم خیلی زیاد زیاد تا ایدن تان خوش شدم ولی اگه خوش شده باشی یکی دم نو کده داخل خانه مدرایه اونو مچنگه با کمیز دم و یکش از دل نیست کدامش بگه ایدونش ها؟ خوش آمده عمرت دراز بود چشم می شماره شما را که با خدا, خدا بر زنگ می زدم این چیز ام چیز دلخواهی تا ما بر دختک کده ایم نوگه نه دیگه یه نه دگه یه یکی حفیظ جان یکان دروغ بیخی آم شده می باشن مثلا هم یک پرسان میکنه چطورستی تو در حال <تص> که هیچ خوب نیستی مثلا باشیم از سکادت شده خوب استم شکر است دروغ های دیگه دنوای دروغ با مادر که مثلا یک چیز که شکستان دیگه است باز میگن گناه من نیست فلانی شکستان داره مثلا دیگه من دزیش کاری که داره بین فامیل گفته میشه دروغ خلاصه که دروغ با خوازی است مثلا که جرم یک کسر تو میری شاهیدی ناخ میدی شاهیدی ناخ حقیقی که بزرگترین گناه است که زندگی یک کسر میتونی تباه کنی یعنی وام دروغ است امید دروغ است که قدر کلانم شده میتونه و دروغه که سیاست مدارا به مردم میگن دروغایی که معمولا به مریضون گفته میشه همین دوا رو بخو جور میشی حافظ جان تشریح دروغ شاخدار چه قسم میشه میره همین امیر چرا میگن دروغ شاخدار یعنی <laughs> <laughs> yani و قدر کلان میکنه اون گپه و قدر مبالغه مثلا دروغ قلمی خو میشه مثلا میگه که همین زمینای دی افغانان و یا همین تمام دکانه که دی افغانان بود از ما بود کلش 100 دانه 100 دانه دیگه دا اونو بس میده میشه که در قوالی پدر کلان در پدر کلان یا میگن اسم کابل از ما بود یا وقته یک چیز دیگه بسیار جالب دروغ که در چی گفتم ایش در خواستگاری <تصفح> برای اگران تکو بچه ایش خواستگاری میرنی مثلا ایش آقا پیسه دار و سین قماش داره موتر اگر وقت تاریسی میشه خلاص چی شده ایچی ایچی چیز درک نداره نام <تصفح> نامزاتی از امروز اولش شروع دروغه است. دروغ شروع است تا امروز که تای بولاد هم در دروغه کنی و یگان کارتون دیده باشین همین کسایی که دروغ گوی است باز بینی شون دراز رسن کرد و دوستا در قرآن پاک بسیار ذکر شده بار <تصفح> بار که کسی که دروغ میگه به الفاظ بسیار شدید تقبیه شده دروغ بوره. و زیبای از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگه نقل قول شده از جناب که در مورد دروغ مثلا روز یک نفر میگه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کردن که ما به ما اخلاق را بیاموز که خیر دنیا و آخرت به او باشه میگه برشون گفت که دروغ نگو یعنی خیر دنیا و آخرت دو باشه و اخلاق چی است گفت دروغ نگو که سبب شهر نشانه دقیق یا حدیث دیگه است که میگه رسول الله صلی الله علیه و فرموده که رازگویی مایه آرامش است و دروغگویی مایه تشویش اینه یک وقت که دروغ کس میگه دم تشویش میباشه باشه خودت خود بچه نه خدا خدا در این چی هستی؟ شکر خوب خوبارت ها دارم برای خود نه برای خود و ده ها حدیث دیگه هم اما قسمه هست در کسایی که دروغ میگن و خدا نگاه کن از یادت بد همه ما شما را خب دوستان عزیز بخش جدیدی که ما آغاز کرده بودیم بخش خبرهای از وطن بیاین که در یک دقیقه یا کنیم دقیقه کوتا ببینیم که چی تازه ها در وطن بود این هفته در خبرهای از وطن عبدالله صالحی جوان افغان توانسته است یک چرخبال نظامی را مدت سه سال بسازد با گفته وای 50 فیصد کارش تمام است و مبلغ 400 هزار افغانی هزینه برداشته است. علی رزا آساهی قهرمان پرورش اندام جهان شد. علی رزا آساهی در رقابت های کوریای جنوبی که بیش از 48 کشور جهان اشتراک داشت توانست مدال طلا و لقب قهرمانی را به دست آورد. بله دوستان عزیز دیدیم که در وطن چی گپا بود این بخش بخش جدید ما است که دفتر گذاشتم شما دیدین و ایده هر هفته می باشه که از جزیات وطن ما را با خبر می سازم و دوستایی که علاقه مند که صاحب یک وظیفه شوند و کار بار خوب یک خوب در آمریکا، کانادا، اروپا، کشورهای مختلف شما اگر علاقه مند هستین که بیاموزین و یک فرنت اند دیولپر شوین پروگرامهای HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Bootstrap این چیزها رو میتونید در اچم اکادمی با وبسایت www.academyhm.com برین راجستر خود کنین و بسیار صحب وزیده در بخش کار میکنه و با شما انشالله راهنمایی بیشتر خواهد کردن همچنان سپاس از تالارهای عروسی تاون این کنتری بخاطر تالار زیبایی که در اختیار ما دادن تاون این کنتری عروسی های مجلل حال وقفه پاپی بینک بانک با خدمات عالی پنج ستاره و مسعون ترین بانک بانک که توسط امریکن بانکر و اسنپی بهترین بانک شناخته شده خدمات باز کردن حسابات جاری و پسنداز اجرای قرضه های کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا اجرای قرضه های تجارتی الا 100 میلیون دلار نمایندگی ها در سراسر کالیفرنیا و شهرهای سان فرانسیسکو سکرامنتو لس آنجلس Orange County, و سان دیگو. برای معلومات بیشتر به وبسایت www.poppy.bank مراجعه کنید. Poppy Bank, Your Trusted Bank. ما در اچ میدیا گروپ، اعلانات تجارتی شما را با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت خواهیم ساخت. ساخت اعلان به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی. اگر در آمریکا یا هر کشور دیگر هستید میتونید برای ساخت اعلان تجارتیتان با ما به تماس شوید. واتس اپ مثبت ایمیل info@mediahmgroup.com برای ساخت و نشر اعلان تجارتیتان با ما به تماس شوید. بینده های عزیز سلام خوش آمدین به جشنواره 20 ستاره یکان در این جشنواره استعدادهای کاملا متفاوت و ویژه را به شما معرفی میکنیم پنج اشتراک کننده داریم از راست به چپ فواد جان فرمان عزیزی که در هر برنامه نکات جالب و خنددار را متوجه میشه و سوالهای تنزونه میپرسه اشتراک کننده بعدی ما وهدا شنواره ها غنواله چې تل هغه پختنی مترکوي چې میلمه اور باندې خوشاله کیږي اشتراکوننده بعدي مو چهره محبوب و آشنا در رسانه های افغانستان و یک شخصیت دوست داشتنی کې همه دوستش درند و شمول خودم و جالبسته جالبسته کې ایزالم جان هر مهمان سرش زمزمه میکنه و تا امروز ما زمزمه ایش نشونیدیم امروز یک زمزمه سرش میکنیم فکرتان باشه حفیظ جان محمدی را یاد میکنم اشتراک بعدی ما بسیر جان محمدی عزیزی که همیشه در نقش مدافع بانوان در برنامه حضور داره و اشتراک آخر ما عبید جان محمدی که کمتر از دیگرها صحبت میکنه مگر بسیار جذاب اینا شرکت کننده برنامه هستند و در این برنامه خلاف معمول من مجری نیستم ما داور برنامه هستم و حق ازیرا دارم که هر کس خواسته باشم حذف میکنم ده برنامه یفته کسی که از برنامه حذف میشه کی باش از نظرتان به ای چهره ها خوب نگاه کنین در برنامه های گذشته کیها تانسته بیشتر موفق بدرخشه رای بدین، کسایی که برنامه را در یوتیوب میبینین در پایان بنویسین رایگیری کنین که کی است شرکت کننده که مقام پنجم جشنواره بیستم ستاره افغان از آن خود کرده قبل از اینکه عزیز معرفی کنیم بیاین که از شرکت کنند بپرسیم که اینا چی ساس دارن فعلا فواد عزیز چی فکر میکنی که در برنامه هست یا از میشی دو جان از این ما باید باشیم در برنامه به خاطر یکی از اشتراک کننده که من میشناسم خواندن هایی که میخوان از افسالگی تمرین کرده اون نمور خوانده را هیچ پاسپورت نیست که خواندن رو چرا میخوانی از افسالگی که خواندن بخونی خب بیا برتادی میشه اما چیزای سقیل سقیله میخوانم هم یک آهنگ فکر میکنم آه، آه، وایده جان تیس فکر کنی؟ آیا پس پرونامه که کی پدکیگی که نه هزفکیگی دیما خواهی تومار دیر ده فکر که چیزا اول کنیم ماشالله ماشالله حویز جان 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 برادر چی فکر میکنی, میکنی که دی برنامه آیا تانستی که رای مردم بگیری و دی برنامه باشی سلام به شما سلام به تمام بینندگان عزیز علاقمندان ستاره افغان تمام داورای عزیزی که اینجا نشستن به احترام کلی دوستا ما واقعا بسیار جگرخون هستیم به اینکه چیتو ما به این سایه خطر دی ای هفته دی برنامه قرار گرفتیم و ما را در حالت قرار داریم که در دا بین استارایی که رای ما کم است و واقعا ما خود ما در این سیم کارت دا که داشتیم یک 2000 رای خود مستقیم به خود دادیم این دیگه ها رو بوند جای زیاد سیم کارت هم اولا دیگه اینم بیخی بر من, من جای تعجب است که در بین اشتراک ضعیف قرار گرفت او ما قرارت قرار است از خطر, خطر, خطر است سر من دیگه توکل به خدا ما سر خود اعتماد دارم مدام خطر هستی خودت برادر ویرا جدی برات میگم خطر امیر ما میگم تعجب کرده بله بله, بله. بسیرا جان خودت چی احساس داری آیا حزم میشی یا میمونی در برنامه من کاملا راحت هستم به خاطر از اینکه من صد فیصد باور دارم که در برنامه هستم و اول میشم از اون خاطر من بخیر راحت هستم هیچ اصلا احساس نمیکنم او جان خود چی فکر میکنی عزیز زربان قلب من همه لگال حالت داره به این مفکوریم ما هست و این فواد از شوه <applause> با حال عزیزا این ارتباط با اجرای شما با آرای مردم میگیره ارتباط میگیره و ببینیم که مردم بکی رای داده و کی رو که از برنامه هست شوه بله اجزا لحظه که ستاره پنجمه در جشنوری بیستم معرفی میکنیم رسید و ای شرکت ندی ما که مقام پنجمه گرفته من کل میگین که دلای ما رو کدی خو یک چیز معمول است که بر من میگین خیر است باشید که دلک هایتان تا نو شود عزیزا شرکت کننده که مقام پنجمه در این جشن خود کرده فواد جان فرمان است برو فواد خیر خیره، خیر است مقام, مقام, مقام کنه نیست مقام پنجم گفته حفیظ جان مقام کمی نیست وطن بسیار بحر. شرکت از زیاد خواستند ای برنامه بیاین از اول دا پیش دروازه کسی اجازه شون دا داخل بیاین خود تا این مرحله هم که رسیدی بسیار خوشم باش عزیز تقریبا ما چیزا رو مشون اندازی مثل گان تاوری ما جان با زور با زور با بازو پتای خطا رسیدیم دیگه از مردم خود تشکر میکنم اما هیچ راضی نیستم اینمی داور اینمی نتاق که نمیجه اینمی ریلان کرد اینمی تخم سیردار خورده گنگس گول است اینمی دست میتا باز تلو قط تا دس میتا ولا که دگه بازم تلویزیون تونم بچلا اونمو دوارم در خانه جنگ کده دلش پر از کوفت خدا مات سرما کشید من کالای خود دلم از چیر کنم اما به خاطر از یک اولاد دگه یک جور کالا دارم بیا خیره بیا در بغل ما من رفت خیره 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 واشتو اگر... واشتو خیره خیره اگر ما آهنگم آه در بالیوت نبر آمد من رو بچه چی کنید مای کنو بده برو کنو کنو خیر بله اما بینده عزیز به خاطر ازی که در شرایط کنونی طوری که موضوع را میفهمیم ستاره ها بسیار کم پیدا میشه و سیداد های است که در برنامه ها شرکت میکنن به این خاطر فواد جان فرمان یک فرصت دیگه میتیم به عنوان خوش اگر شرکت کننده دیگه همه گیره مثبت بتن به این یک شرط میتونه که دوباره به برنامه بیاید آیا شما کی ها رای مثبت میتن کسایی که مثبت میتن دست خود بالا کنند من خیلی دلن نیست که این روی از این رو بیرون برد خب خیلی ما هم یک میتم دیگه میتونیم و باید یک نفر رای منفی داره و ما رای مزبط داریم که بیای خیر جوان است بسیار رای منفی داره ما والا خوارای منفی هست اما طرف خوارش که میبینم خو خیر دل آدم یک خوش, شانس خوش, شrib.. خوش آه چانس هست چانس خوش چانس رای فواد جان پس چانس می در برنامه به عنوان خوش شانس امرای ما باشد تا که <عصف> نمک برنامه با جای باشد <عصف> اینال اتانیت... فواد جان من نمک برنامه میگم نمک برنامه امی خودت که نباشی نمک برنامه بی نمک میشه جان برادر خودت باید ما پس میاردیم بله پیشتر هم که زدی پیش ایمان است یعنی پس در خوششانس آمدی امید تلیزون بد گفتی امید را بد گفتی حالا پس این آمدی خجالت نمی کشی نطاقه ما واقعا ادم ساساتی میشه از تلیزون مقام کم نیست واقعا جورا نداره تلویزون دیگه همیشه ما رو بخی از این کوچه جمع کرد مشهور شدیم 180 درجه تغییر کرد دیگه از مردم ما تشکر بله خب قبل از اینکه بریم به با طرف داوود عزیز سپاس از پاپی بانگ یور ترستد به خاطر حمایت مالیشون از برنامه گپ جمع نمایندگی های این بانک دو در سراسر کالیفرنیا است به خاطر باز کردن حساب و معلومات بیشتر باید وبسایتشان www.poppy.bank مراجعه کنین و دوستا تا که دیگه صدای آشنا و چهره آشنای قدیمی دوست و اندیوال قدیمه شما دوستان شنیدین مهمان ما در این برنامه گپ جمع گب انسان با چندین مهارت و استعداد است چهار سال طب خوانده بعدش وارد دنیای رسانه شد و از گویندگی رادیو آرمان شروع کرد و در ستاره افغان بعدش با قدرت ظاهر شد و میلیون ها علاقمند داشت و داره بیش از چهارده سال میشه که با آمریکا مهاجر شده و اینجا در بخش انجینری هم تحصیلات را انجام داده و فعالیت های رسانیش هم ادامه داره به افتخار چهره و نام آشنای ای افغانستان داود صدیقی که بزنه <applause> داود جان عزیز بسیار تشکر که ما را بردی به مو خاطرات ستاره افغان و 15 16 سال قبل که من قسم سر استیج می آمدی دلای مردم هم تو ذره ذره او می و قسم ما را امیال دمت حالت بردی خیال ما که از میشیم از این و بسیار خوش اومدی داود عزیز با گپ تشکر یک دنیا وفیز عزیز از خودت از همکارای عزیزت از بینندای بسیار خوبت که من هم در جمع حساب هستم بیننده برنامه تان هستم سلام و احترام به هم هموطنای عزیزم در هر گوشه و کنار جهان که هستین امون نفر از شدگی دمی اول سوال میکنه جالب هم هست <تصفح> <تصفح> خدا خیر ما پیش بیاره و کار درست نیست که شما اول موقعی به کس دادین که <تصفح> دلش حسابش خراب هست من <تصفح> بفرمایید داو جان خو میمان هستی دیگه ما می عدالت تر مد نظر نمیگیریم خیر باشه باز ده کدام برنامه دیگه دیگه یک نیش میزنیم متولد کجا هستی مکتب چه قسم حساب است اما تو آمده آمده در آرمان آمدی بسیار خوب است ما در افغانستان یک پدیده یک اک... فرهنگ جالب داریم که از هر جایی که پدر و پدر کلان تست از اونجا محسوب میشی اگه اگر بو اساس حساب کنین ما از ولایت پروان و از سوالی گربند است آه. اما پدرم به با با کابل آمده در نوجوانی در کابل تحصیل کرده و زندگی کرده و کار کرده ما در کابل به دنیا آمدیم به دلیل جنگ هایی که در طول عمر ما بود ما حتی به منطقه خود رفت آمد درست نتانستیم بسیار کم رفت آمد منطقه خود ببینیم کل عمر در کابل زندگی کردیم در کابل درس خواندیم بله در دیمازنگ کابل به دنیا آمدیم در دیمازنگ کابل کلان شدیم در لیسی غازی یا شیرشای سوری که یک مدت یاد میشد در اونجا درس خواندیم بله. دوستای بسیار عزیز و شیرین دارم از اون منطقه بچه دیمازنگ دیگه همی که دو پراندوازی های دیمازنگ یادم کارت چار یادم بسیار دوست دارم منطقه را دكید. و خلاصه اینمی کوچه های چهار طرف سینمای بریکوت خود سینمای بریکوت اینجا تو اس بر ما بسیار خاطرات عزیز و شیرین تابال است من مو تصویر تابال در ذهن خود دارم اگرچه کابل کاملا تغییر کرده و منطقه کاملا یک چیز دیگه شده اما وقتی ما شما خود پات میکنم من کابل می بینم در ذهن خود اگر چی ما کابل رفتیم اونجا دیدیم که بسیار تغییر کرده اما سینمای بریکوت سابقه آمدن ما برسانه یک تصادف بود ما بسیار علاقه من به انجینری بودم در زندگی که انجینری بخوانم یک مدت از شاگرد مستری خانم بودیم یعنی مستری مترام بودیم در دوران مکتب بعد از از سنف هشت به بعد تا سنف دوازده شاگرد رادیو سازی بودیم ما در که مکتب خواندیم مثلا کامیات گرفتیم و من بسیار علاقه من بودم که در بخش الکترونیک و انجینری درس بخوانم به میخاطر و این مسلک ها یاد گرفتم و در این مسلک تقریبا اگر با شاگردی خود حساب کنم در دوازده سال در افغانستان کار کردیم قبل از اینکه به طلوع بیایم و مثلا حتی در جریان طولو کم کم کار خوابا. میکرد دیگه بابا. او یک مسلک اضافی برم بوده و بسیار ازش منفعت گرفتیم و بسیار دوست دارم او رژیم گذشته طالبا بود ما وقتی که امتحان کنکور میدادم میخواستم به انجینری برم پدر با. بزرگوارم خداوند جنتا برش نصیب کنه او دو پسر خالهش انجینیر بود و اونا بیکار بودند در اون زمان ها ها. و ما برعکس همشیری کلانم هم, هم دکتر است یا دکتر است نام خدا دکتر در دا خانواده خود زیاد داریم ما مثال داد گفت بچه خاله ما میخوایی می که اونا واری بیکار شوی یا اینا رو میخوایی که صاحب زندگی و روزگار شوی آه. نخون انجینیری بسیار, بسیار بسیار هم تو جدی ازم خواهش کرد و من عشقم بود انجینیری باز به دلیل تاکید پدرم و همون سالایی که داد و دیگه باز تسلیم شدم و تب خواندم چهار سال بسیار بیالاقه بودم باز در نهایت وقتی که در طلوع کار آغاز کردم تب از ماند دیگه بیالاقه بودم و به یک نحوه کم کم که مشهور شدم رفتن به فاکولتا و گپا بسیار برم سخت شد به دارم یک روز در سند ششته بودم یک وقتی که مرد سند که یک استاد ما بین آها گفت این است تاریه افغان هم در سند و برادر از کجا آمدی خودت از شد شدی تو چی؟ تو از کجا آمدی در ما دیگه بسیار واقعیت بگویم خب یک قسم شرمنده شد و ما هم کل بچه بچه های کلشان شوخ دیگه هم اگه خنده و اینه والا کل یک تیداد متوجه بودن نبودن کل اکسنت متوجه شد دیگه جالب بود بر ما و وقتی که فاکولته میرفتم رفت و ستاره افغان که بونه فلانی را کشیدین که رایتون چطور است و این آن آن یک قسم بسیار برم سخت شد رفتن به فاکولته و بیالاقان بودم دیگه باز از خانه ودا خواهش کردم که دیگه همی کار نمیشه مرا اجازه بتین بسیار به بس سختی ما مو خانواده ما ما بودم که یگانه کسی که نتونستم تحصیلات عالی کنم اما باز الحمدلله امریکا که اومدم تبخش بخش انجینری درس خوندم داو جان نگفتین که ما اول نمیرم دکتر نمیشم اگه دکترم شم چندان دکتری نمیشم ای مرا بانی <تصفح> ای خیر ببینین با خدا یک دلیل دارم برتون مدم ما دم جریانی که معسل بودم در یک دواخانه به عنوان فروشنده بگوین همکار کار میکردم به خاطر تجربه حاصل کنم با دکتر نزدیک باشم زمان طالب است کارتی سخی دواخانه است و در سخی اونجا در اون زمان کسای زندگی میکرد که بسیار وضع اقتصادی خراب داشتن مریضی که میامد میگفت که برادر اولاد مریض از ظرف خانی خود فروختیم امی نسخه را نیمیشه بته وقتی که نمیره من میشنیدم در پشت میز دواخانه من میگفتم بله از خدا ما ما ششتیم که از اینا پول بسازیم من یعنی از می ما فایده کنیم نه من میخواستم کل چیز برش مفت بتم یک روز دو روز سه روز ما دیگه کاملا یک دلیل دیگه شام که مرا خسته ساخت من گفتم که من این آدم نیستم من یک جایی میخوایم باشم که مردم خوش باشن و بیاین پول خودم مصرف کنن نه ای که بسیار محتاج باشن دقیق دیگه به خاطر امیان مرا آزار میداد واقعا بسیار آزاردهنده بود کار در دواخانه برم یک دوره تا یک سال در دواخانه کار کردیم یکی از تلخترین خاطرات زندگی من در دا دواخانه داشتیم و بسیار یک شرایط خراب و بد بود در افغانستان دو جان اگر در مورد فامیلتان در مورد همسرتان و اولادهایتان کمی صحبت بکنین خانم ما دخترم امیم است قبل از ما به هلند سفر کرده بود در هالند زندگی میکرد قبل از اینکه من مشهور شو با. و ما در میجریان که سال آخر نامزد شده ما او هیچ وقت خبر نبود که من آدم مشهور هستم یا نیستم برش قسم میکردن که نی امی نامزد خودت هم آدم دبانسان بسار مردم میشناسیش برش چی بود یک قسم تصور هیچ وقت باور نمیکرد از جمله آدم مای بود وقت کارسی کردیم امریکا آمدون باز بعد از وارسی کردیم باز پسان که یگان یک، تو را دید که کتمس یگان جا سلام علیکی بیان میکنه او گفت درست است والا نه کدام برنامه داشتی البته افغانستان کوی بسیار خوش هستم از یک فاز خدای خانم این مسئله کارای رسانه ایم در زندگی شخصی می نمیگیره نمی گیره الحمدلله زندگی خوب دارم من سه فرزند دارم خانم چهار فرزند داره بله راز یکی شما زندگی از جمله بله با آدم تنبل بیکاره اولین دفعه است که ما مسئولیت خودش میبره این مردای افغان اکثریتشان هم قسم شده. اما یاد کنم کوتا که واقعا واقعا خانما اگر در خانواده نباشند مردها در بسیاری موارد شاید از بیرون کار کنه از پول بیاره اما بسیاری موارد دیگه است که آ... مردا هیچ کاری کرده نمیتونه واقعا که قانون من مادر بسیار خوبی بر فرزندای ما است ما شاید قدر پدر خوب نباشم به فرزندای ما نه نه ان شاء الله خواهش میکنم نه یعنی که تو گپ نزنه نه هدف نه یعنی که تو نگوی یک یک یا گون تو un ami, Yagon, tu sais, on از این ami. نمیکنه جان یاد ستاره افغان به خیر وقتی که میشیشتیم با ما چقدر دلگرمی برنامه را سعی میکردیم خصوصا جشنواری اول دوم و از شما چی یادتان میاد وقتی که ما ستاره افغان یاد میکنیم علال خصوص دوره اول و دوم و سیوم چیزایی را که ما از ستاره افغان به یاد دارم روزای نخستینش که کار رویش آغاز کردیم بسیار به سختی برنامه را آغاز کردیم باور کنین که من در زندگی من هیچ گاه تجربه ساختن چنین برنامه را نداشتم طلو بر من مسئولیت داد که برو این برنامه را بساز سختترین کار شاید خلاف تصور باشه پیدا کردن داور بود در سال 2005 افغانستان یک افغانستان کاملا متفاوت بود و برنامه ستاره افغان وجود نداشت کسی اعتبار نمیکرد باور کنین که اولین مرجعی که من رفتم گفتن که خب برو داور پیدا کو ما رفتم یک اتحادیه بود به نام اتحادیه هنرمندان اونجا وقتی مراجعه کردم به اونا گفتم که میخوایم شما داوری برنامه باشین اتحادیه هنرمندان افغانستان مرا جواب منفی دادن گفتن که برادر ما تو نمیتونیم که مردم از سر را بیا بخونه و ما برشان بگیم که خود خودت خوب نمیخونی این سر محبیت ما تاثیر منفی میکنه خب فکر کردم کجا برم رفتم به فکولتی هنرها در پانتون کابل چی میخوایم این تو میخواهیم یک برنامه بسازیم مردم از بیرون میان مردم عام میان هی ما تو یک برنامه را شرکت نمیکنیم که مردم عام بیا اگر مؤسسین خود فاکولته هنرها میره ما اونجا داوری میکنیم دا غیر از برو رقم برنامه را ما شرکت نمیکنیم بسیار یک لحن عجیب متاثر شدم و بسیار به سختی در عین زمان رئیس ما سعد موسینی به ما زنگ زد که دپولی دا داورا یک خانم پیدا کو ما کم بود که همون جن فجار کنه بگم برادر در بلیاس خدا ما مرد پیدا کرده نمیتونه خود بگه که خان داور خانم هم پیدا کو میگه اینا تو مسئله بسیار سخت بود فکر کنین که یک هفته در کابل ما برنامه ثبت کردیم که هر روز 6 7 ساعت در حدود 50 100 ساعت شاید که ما فوتج ویدیو داشتیم از این باید یک نیم ساعت برنامه می ساختیم اولین برنامه ستاره وان ما بسیار با سختی ساختم بس به تجربگی هایی که داشت از غلط اشتباهاتی کرده بودیم که نمیفهمیدیم چه می میر اورگنایز کنیم امی اولین قسمت برنامه استاری افغان اقدر به سختی ما تولید کردم میخواستم سر چیز خوب باشه واس فضل خدا یک برنامه بسیار فوق بود و ستاره ای که به یاد دانست از جشنواره اول دوم سوم اگر نمایشان رو بگیرین بله البته که هیچ وقت فراموش نمیشه شکیب هم همدرد ماشاءالله فعال هم است حالا در ارتباط هستیم نفر دوم, دوم شد سمی یوسف زای او که دوم مقام دوم گرفت بله سر کار ما بود خیراتی و نوتانو سر بله نجیب محمودی بود در جشنواری دوم که ستاره شد فریده جان ترانه بود در جشنواری دوم که نزدیک از چیره که نوزا میخوانن در شریف دیدارم در جمع ستاره های جشنواره دوم ما بود دوم بود داود عزیز از ستاره افغان یاد شد بدون شک دوره بسیار رنگین بود کوتاه صحبت هم کردیم ام یکی از خبرهای بسیار کلانه که اگر دوباره صحبت کنیم خودتم راحت باشی که وقت خودت به آمریکا آمدی و دوباره بر نگشتی به مو سفر کاری که آمدی و یک شکررنجی ام هم فکر میکنم بینش خودت و بین همکارهای طلو پیدا شد و خودت دوباره پس بر نگشتی و دوستام هم همه ای تا به حال هم یکان دفعه شوخی میکنم مگه داو جان فرار کرد <applause> نامت پس <بس> دوباره <applause> اصل قضیه اصل قضیه چی بود چی تو شد کمی سوال که گری است نه میفهم که باز شده کدام وقت گفتی نگفتی اگه فکر میگه راحت هستی که بگویی جزیات بسیار راحت استم. بسیار راحت هستم میخواستم سر از این سالها پیش صحبت کنم یک دلیلشی بود که مایک تعهد کرده بودم پیش خود شاید اشتباه بوده باشه من میخواستم که برگردم به افغانستان و در افغانستان در خود افغانستان حتی آرزو داشتم که یک روزی در تلو از خود تلو گله کنم به عنوان یک دوست تلو، نه به عنوان یک فرد بیرونی به این شکلت آرزو داشتم نمیخواستم که یک فضای را ایجاد کنم که او از ما یک برداشت نادرست شود میگن اما حافظ میگه ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو بیا که اول می خوبی های طلو را کمی یاد کنیم بعد از اون کمی اگل دارم بازم او اولین بار در برنامه خودت میگم طلو در 20 سال جمهوریت یکی از تأثیر گذارترین رسانه های افغانستان بود که هیچ کس نمیتونه از ایچ پوشی کنه یک انقلاب را در رسانه ها به میان آورد یک انقلاب فرهنگی را به میان آورد و یک نسل از چهره های رسانه ای را تربیه کرد که امروز رسانه ملی و بین که شما بینید حتما چهره های سرشناس و خوب تلو او کار میکنه من خودت او جمع حساب نمیکنم افراد دیگه میگم اولا می خودت خواهش در بی بی سی اگه ببینین در صد امریکا اگه ببینین در رسانه جزو دیگر ببینین تا در رسانه های بین المللی دیگه که به زبان های دیگه نشرات دارن همه چهره هایی که در تلو زاده شد یا تربیت شد یا ساخته شد اینا یک نسل خوبی از چهره های رسانه ای افغانستان فعلا تشکیل میدن بله. این دستاوردهای طلوع است که من بسیار افتخار میکنم که در رسانه کار کردیم کار خوش هستم خاطرات بسیار شیرین دارم دلو را بسیار دوست دارم امروز اگر کسی هستم اگر محسوب میشم در جمع چهره های رسانه ای در افغانستان دلش دلو است بله ایره من میپذیرم اما گله که من از دارم ما بسیار ارزو داشتم که اگر روز در طلوع گیلره کنم و متاسفانه شاید با این ارزو برسم یا نرسم نمیفهم تا سال 2019 وقتی که رفتم طلوع خود تا موجه ملاقات کردیم ارزو داشتم که مردم یکی از برنامه اینا که من گله خود بکنم اما فرصت برابر نشد بازم این گله را من بیش نگاه کرده بودم امی بار کل بله. ملامتی دادم این 14 سال من به دوش کشیدم به خاطر از اینکه نمیخواستم یک قسم اما سه میگه جایی که نمک خوردی باز اونجا خیانت نباید بکنی امی کار مرا آزار میداد گلایی بود که ما در بر تلو بسیار کار حداقل دو یا سه نفر به طلو انجام میدادم اما پاداش بسیار کم میگرفتم پاداشم به این با کم بود که من نمیتونستم امو نام و وزنی را که شهرت بر سرم فشاری که برام ایجاد کرده بود از همون نگهداری کنم تا من یک لباس خوب پوشیده نمیتونستم روی استیج و حمایت نمیشدم از, تار... از طرف طلوعی مرا بسیار آزار میداد در پهلوی از این به حال به او کار میکردیم همگی ما آ... چی داشتیم یک چیزی بود که آیستا 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 این بارم سنگین تر شده میرفت و حمایت طلوع وجود نداشت دیگه مسئله بسار... ای بود که بسیار که مسئله که بازگمی مرا بیخی آزرده ساخت اول خمی سفر به امریکا سفری که ما به امریکا آمدم ای بود که در روی جشنواره سیوم ستاره افغان چینل فور انگلستان یک چینل بسیار مشهور است خبرنگارای اونو آمدن در افغانستان روی جشنواره سیوم ستاره افغان یک فیلم مسند ساختن این فیلم مسند با یکی از جشنوارهای بسیار معتبر در امریکا به نام سندنس معرفی کردن این فیلم در این جشنواره دو جایزه کلان گرفت کاندید به دو جایزه بود به این خاطر ما و شماره از دستندرکارای تلویزیون تولو کارگردان این فیلم و تهیه کنندی فیلم ما دعوت شدیم همه گی به اینوان که کسی که فلمش به اوسکار مثلا کاندید میشه بازم و کروی فلم هم میخواین در اونجا فرهنگ بلد. معمول است در کل دنیا تیمش هم میخواین نگه بیاین شما دعوت هستین به خاطر که فلمتون دو جایزه بسار مهم کاندید است بله ما از طرف سندنس فیلم فستیوال به اینوان یکی از چیره های مطرد خود فلم مستند دعوت شدم من در طلوب امریکا روان نکرد. درست است که تلو بر ما فرصت هم ساخته بود که به اونجا کار کنیم اما ایتو نبود که تلو مرا پول داده باشه مرا اونجا آورده باشه روان کرده باشه درست است که شاید مس... مسئله هم شده باشه اما ما و همچنان دستن در کارهای طلو از طرف سندن فلم فستیوال دعوت شدیم هم ما آمدیم به این طرف جالبی شد که در زمانی که ما ویزه می گرفتیم کارهای ویزی ما جریان داشت یک روز یک چیزی است که بسیاری ها مرا پرسان میکنن من امروز میخوام یک کم تر صحبت کنم سر از این به که چند نفر قبل از من رفته بود به بیرون و برنگشته بودن اینا از من تقاضا کردن که ما خو میمانیم که امریکا بوری اما به ما وعده بده که پس میایی من گفتم من پس میایم به خاطر که من نامزد ما در آلند بود کارای کیس ما تیار جریان داشت من یک فرصت برفتن به خارج داشتم اصلا بر من مهم نبود بله. که ما باید خارج بیم من می رو برش دادم گفتم من پس بر میگردم پنج شش روز طول کشید تا کار ویزه ما صورت گرفت و پاسپورت ما رفت پاسپورت ما وقتی دوباره به طلو آمد و ویزا خوردگی طلو از ما تقاضا کرد که جان برادر بیا بر ما یک خط امضا کو اگر بر نگشتی باید خانواده ده دلار بر طول بده این چیزیست که ما نه مبالغه میکنم نه دروغ میگم نه هیچ نه هیچ ما یک فردی که به با با اخلاص به با طلو کار کرده بودم این مساله قدر مرا رنج داد ما به جای یک نفر یک کار سه نفر به اداره میکنه و اداره اصلا به ما اعتماد و اعتبار نداره و ما نمی نمیبینه من می مرا مسار سخت آزار دست ساخت و این به برحال وقتی به امریکا اومدیم این فلم یک شکل سیاسی گرفت بیخیده اینجا مسئله طالبان یاد شده بود اینجا مسئله حقوق یاد شده بود مسائل بسیار این غربی ها که فیلم میسازن بسیار یک جای خاصی را بخشای خاصی را سرش توجه میکنن که به بمو... ما بیننده خود دا دا. خلاصه این ای, ای فلم هم یک قسم سیاسی شد و من دیدم که در افغانستان نه حمایت درست دارم نه کدوم ماش سی دارم نام مام کلان است و این فیلمم هم سیاسی شد ما برگشتن دو ما دوباره به افغانستان هیچ مفهوم نداره و طلو هم اصلا با ما، بر ما ارزش قائل نیست ما آزرده شدم از و همچنان احساس امنیت نمی دیگه بعد از او به او خاطر ما به افغانستان بر نگشتم باست. اینی دلیلش بود جان برادر دقیقا. این حالی که شما مرا ملامت میکنین مرا <applause> <applause> میگین که ما کار نادرست کردیم این همه قدر سالا بار ملامتی رو کشتیم بعد از یام میکشم من ملامت اما اینی اصل قضیه است شما هم از مثبت از موارد مثبت و تاثیر یاد کردین و هم امی گری که تقریبا گری 14-15 ساله بود دیگه که کل دوستا شما را میگفت و پرسان میکرد بلاخره امیر جزیات تشریح کردین دیگر خود دوستان قضاوت میکنم همینجا یک نکته دیگر رو میاد میکنم ما آرزو داشتم که اگر روز در برنامه خود در قاب گفتگو یک اون فهمید گفتگو را میگفت من کاش ما یک روز همینجا دعوت کنند. که آزادانه سر این مساله صحبت کنم اول تصور میکنیم که این برنامه هم هم قاب گفتگو پیش ما خود تمو آدم است یمو رقم یک فضا داره این برنامه و یک قسم فکر میکنم بسیار جای مناسب است که ما میگیل را بکنیم یک قسم یک فکر کنید بازم در هستیم از طلوع خوبیش میاد میکنیم و اینی <آه. میکنان> گلیش ها بسیار تشکر داوود عزیز که در رابطه از این موضوع هم صحبت کردی و دوستایی که می‌بینن علاقمند خود هستن و نام و معلومات کافی را گرفتن که سوالایشان حل شده باشه یک خاطر جالب از می اومدن به امریکا هم دارم وقتی که به امریکا آمدم در فیسبوک یک بمباران بسیار عجیب سرم شد حداقل روزانه ده ها پیام و ده ها مسیج می گرفتم. بله, بله و ده این مسیج ها بسیاریش مرا واقعا می ساخت همین یک مسیجی که بسیار جذاب نوشته شده بود مرا گفت نوشته بود بسیار خنده کردم و لایک شام کردم یگانه مسیجی که به حساب من نوشته شده بود و من را لایک کردم خوش اومد <applause> خوش اومد بود که یک عزیز نوشته کرده بود که جان چی کردی رفتی گیس کدی راست میگم و لایک آمد که یک دن ناپدید میشه او سابق همی سلام بود دا. داود جان دا بخش چند تا سوال تصویری داریم که چند تصویر رو برتون پخش میکنیم البته از همکارهای سابقتان است که در طلوک کار میکدین و همکار بودین یک جمله اگر در مورد هر کدامشان بگوین و بله. تصویر اول هم از شکیب ایسار شکیب ایسار بچه خوشصدا، مستعد، مبتکر، تابو شکن تصویر دوم هم مصطفی عزیزیار وقت صدای مصطفی زیار در پشت رادیو اگه بشنوین و خودش نشناسین تصور میکنین که یک مرد 50 60 ساله و بسیار یک شخصی که پخته و از هر لحاظ بسیار خوب با تلفظ و با تون صدایی که داره معلوم میشه و من بسیار خوشم مصطفی و خاطر از یکی از دوستای بسیار صمیمی و عزیز من مصطفی بوده در زمانی که در طلو کار میکردیم به خاطر که قبل از اینکه مصطفی به طلو بیایه تلویزیون ملی کار میکرد و برادرش دوست من بود با. یکی از برادرش دوست من بود وقتی که آمد باز ما با مو اساس یک داشتیم قبلا او بیشتر شد بسیار خوب چهره مسعود قیام مسعود قیام یک شخصی که در پرده تلویزیون یکی از جدیدترین مجری های رسانه ها در افغانستان و در عقب پرده یکی از تنزگویا و شوختبای بسیار جذاب که مجلسش بسیار دوست داشته نیست و هیچ وقت فراموشم نمیشه هرگاهی که امروش میشیشتیم از خندق گرده بودیم و در وقت تلویزیون میدیدیمش فکر میکردیم که ولی یادم در زندگی خندق کنه محسود قیام یادش بخیر که برنامه چی را داشت گزارش ششونی داشت شیوه کار را که در دا افغانستان در رسانه ها رایج ساخت به مو شدت که انتقاد میکرد و گزارش ها را تحیه میکرد فکر میکنم رایج و از اونجا آغاز شد از برنامه گزارش ششونیم چهره بعدی خانم هدیه حدیه هم درد یک صدای صمیمی مهربان یک همکار و دوست بسیار خوب بس بله دقیق چند چهره رو دو جان ما نام میگیرم سلیمان آشنا سلیمان آشنا دوست بسیار خوب یک چهره رسانهی بسیار موفق مرا کرکترش در تلویزیون بسیار خوشم میاد که بسیار دو... یک آدم است که تو فکر میکنیم بسیار راحت است در مقابل کمرمی امی خاصیتش واقعا خوش و می و میخوایم ازش تو اگه بگویم که به شکل مثبت تقلید کنم ازش راست میگن راست میگن واقعا به شیوه که سلیمان میکن. خبر بسیار خبر راحت و صحبت میکنه پیش کمره ات احساس میکنین بسیار صد فیصد خودمانی است هیچ احساس نمیکنین که خبر است یا قصه است که ما میشنم واقعا من علاقه هستم مجیب آرس. مجیب آرز بسیار یک مجری مبتکر با پشت کار زیاد دقیق بسیار تحقیق میکد سرر مهمان خود فرزانه سمیمی یک آدم بسیار مهربان که یک شکرنجی یک خورد پیدا شده اونا تماس گرفته بودن به خاطر یک ضرورت انستگرام اینستاگرام پیش ما و دمو چند روز پدرم سخت مریض بود و ما سرگردان بود و ما تابال جوابشان ندادیم از همین فرصت استفاده میکنم از فرزانه جان مزرت میخوایم و بسیار دوستشان دارم احترام برشان دارم آدم بسیار سمیم متکر زحمتکش. کش ده. ده. امید نظامی امید نظامی را که بگویم اتو حالا چی نشه امید نظامی را من انتخاب کردم در جمع شرکت کنده صداری افغان یک بچه بالا. بسیار سمیمی و دوست است در پشت سنه بسیار زیاد یک قدر سمیس که یک فضای بسیار خوب را ایجاد میکنه وقتی که امراش باشین من کمی دیدم گفتم بالا این بسیار آدم جذاب است من کار کار داشتم من میگفتم مدام چهار برنامه استوری افغان یک روزم غیر حاضری نکردم مگه انسان هستم گفتم یک روز مرا موتر میزنم مریض میشم یک کار پیش میای باید خواسته بودنم که کس باید باشه کار کنه باز من گفتن یک کس انتخاب کو باز دمی جمع ستاره ها امید نظامی را خودم انتخاب کردم بسیار یک آدم صمیمی بود و او هم علاقه نشان داد اومد با طلوع و کار کرد و وقت استیواردم بود کار خودم پیش می برد و با طلوع هم می آمد دیگه بسیار دوست خوب بسیار هم رابطه داریم مسمیت داریم و یک آدم جذاب بعضی از دوستا هستن در تلویزیون یک کاراکتر دارند در دا بیرون دیگه کاراکتر دارند ما شاء الله تلویزیون موفق هستند پشت صحنه بسیار آدم صمیمی و جذاب خوب است. یلدا بهار یلدا جان بهار یکی از همکارایم که هیچ وقت نخواست تصویرش پخش شود مثل سیما جان صفا بسیار گوشگیر همه ما با یک صدای جذاب بر مخاطب در رادیو آرمان همکار بسیار خوب مسعود سنجر مسعود سنجر مسعود سنجر. سنجر همکار دوست منیجر بسیار خوب ما که آر رادیو آرمان آمدم از طریق مسعود سنجر آمدم اگر واقعیته بگویم که مه ای احسان شاده زندگی فراموش نمی کنم اونها همی دروازه تلو ره برم باز کردن که بسیار چه بود آ... وقت آسان نبود ده، ده. از یک طریق شناخت پیدا کردیم و من خود برش معرفی کردم اونا نفر ضرورت داشتن یک کس را میگرفتن مگر وقتی که ما برشان معرفی کردم این فرصتی را که بر دادن که یک بار در طلوع داخل شوم اونجا را ببینم و از من اینترویو گرفتن همین خودش یک فرصتی بود که مسعود جان بر مساعد ساخت و امروز اگر کدام کاری در سانه کردیم بسیار سهمی هم در مسعود جان سنجر داره و من همیشه برش احترام دارم و دوستش دارم و شجازکی زکی شجاز دوست و همکار خوب که احمد زهر بسیار خوب شاید بزن در خانه کل مابود دیگه <laughs> بله یک خاطر خوبی است و یک چیزی که من از شجازکی زکی خوش می آمد ای آدم امی هر روز موترش هم پاک بود در کابل نه که فکر من نمی فهم که چی رقم پاک نگاه می کدی موتره ایران مانی تا بالی سوال من جواب پیدا نکرده که من نمی فهم مال کاناداست که حالا در کانادا هم تو موتر پاک نگاه میکنه یعنی ستې کیسه پینځه د نېښپرونې چې په تلو کې نشر کيده او د تا سو ډېر خوخيده کوم پروګرامونه وو bale د تلو خبرونه د تلو خبرونه گزارش شونې مې ډېر خوخيده څه زه خپل لیدوم کایم بل یو خبرونه په نامه د فکر او تلاش هغه خبرونه مې ډېر خوخيده ا بلخ پروانه چې د ماخ واحده دی مرکو پروانه وجاوید نیمی په مخبولا چې نه پیغم نومی دی ماير د مرکو ډیره جواب خبرونه هغه مخ واحده زه په ټول کې دومره مصروفم چې ما د خپل خبرونه ناتان سو کتلی باور که یا ما خپل خبران په رقم سختي کتل ته به مصروف او کار بم کوو به کور ته چلاړو نور مسایل با او برق نه وغه وخت کې باور وکي چې به برقي او افغانستان بل رقم افغانستان وروره د سیل افغانستان راوته په افغانستان د برق چختن سول برق نه راوړ من اصلا برق نه لره دوم رسون زی وی چی 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 رادیو ارمان اچزایریک نشه نه کړ خصوص اهنګا او چتاره زیات دغه دوس امي علاقه مند جوانا خودت وجه کار کدام کدام برنامه ها شخص داشتی رفتن ورسونه کار تصادفی بود و او تصادف شنیدن رادیو آرمان بود من یک رادیو که بسیار خرد داشتم بیخی تو یک کردیت کارت و ورق و بسیار یک رادیو جالب بود و یک اون دفع در جریان را مثلا وقت محترم نداشتم در بایسکلی سوسو میرفتم باز گوشکی داشتم جریان را میشوندم دنیا گنج میرفتم دیگه رادیو آرمان شروع شده بود و بسیار برنامه جذاب و می خودمانی مجری های رادیو مرا خوش می آمد و همین مرا تشویق که من اگر کم احساس کردم که من می میتونم و ما میتونم موفق شوم در کار همین باعث شد که ما برم تشویق شوم برنامه شکی بسار دوست داشتم بسیار یک صدای جذاب داره شکی بسار و همی برنامه شکی بسار دیگر نشر میشد صبح دیگر وقت رادیو شنیدن بود حتما در می بودیم یک جای در موتر را میشونیدیم یه یک خاطر بسیار جالب هم استوری افغان دارم امیر میخوایم خوام براتون بگم امیر اجازه بدید مرا بسیار شاید جذاب باشه در چند چیز مرا ملامت نکنند بیا خوب است که برنامه خودم برنامه خودم دل مخالی کنم یکی مرا ملامت میکردن که چرا در رفتی فرار کردی گریختی این و آن و آن قصه کردم امید است که کمک وره بار ملامتی از سرم پایین شد در پالوی ازی همیشه از ما گله میشد که بسیار دیر میکنی دلکای ما راو کدی اق دل ما راو کدی یک روز رفتیم به با کابل بانک به خاطر از اینکه یکی از تمیل کننده مالی استاری افغان شده بود و میخواستیم امانگی کنیم که چگونه در روی استیج چک کابل بانک باش اشتراک کنیم دو بودیم پروموت شان کنیم یا تبلیغ کنیم برشان سر می کار میکردیم رفتیم اونجا کمی داخل شدم یکی از کلانای کابل بانک نامشان نمیگیرم ولی فوت کردن اما تو عمومی یاد میکنم کمی داخل شدم از اون اتاق کلانام داشت یک ده 15 نفر تیار شیشتان بود یک 6 نفر ما هم رفتیم گفت والا دو جان قد دوت زده می قد زده که هیچ پرسان هر وقت دیر می کنید دوت می خنده کرد این مجلس اگه تو خنده کردن این فضا کاملا تغییر کرد بود نزی کرد من سلام علیکی کنه به می شکل اکبر خورد کدی. ای که کل آرام شیشت من گفتم که فلانی سب من یک دارم نگه اجازه باشه گفت میره بانی دیگه فضا بسار قسم سمیمانه و خودمانی و تغییر کرد و کلی خنده میکنن و گپ میزنن من گفتم که در یک منطقه یک برقی بود ای برقی هر شو ده وجه برقا گل میکد وقتی که دست می دست خود به میاندل می که برق پایان کنه خبر شده بود مردم بر گفته بود که برق برق می هر وقت برق گل میکنی کل مردم دعوت میزنه بازی میگفت مام که میاندل پایان میکنه هر کس دعوت میزنه از خودش هم تمام تو <تصفح> uh, دوجن. قسمی که میفهمیم شما علاقمند احمد ظاهر هستین صدایشان هم بیشتر میشنوین کدام آرشیف هم دارین از احمد ظاهر میشه که در موردش صحبت بکنین و بگوین که چقدر دوست دارین و بله به عنوان یک بچه کابل اگر بگویم یک کسی که در کابل کلان شدیم زمانی که خورد بودم احمد ظاهر یک فیشن بود اگر واقعیت بگویم که هر کسی احمد ظاهر میداشت و, می و یک احمد ظاهر یک یک, یک. کلاس بود باور کنین که زمانش دیگه ما دوستای داشتم پدرم دوستای داشت که اونا کستای مزایه داشتن بسیار به شکل درستش و بسیار خوب میشویندن مثلا تایپ های بسیار خوب میداشتن وقت خانیشان میرفتیم امی مرا بسیار خوشم میامد امی کار و ما می که تو فیل بدم میخواستم گفتم که هر وقت ما جوان شوم کلان شوم صاحب باید شوم من این کارو میکنم بعد بدبختانه وقتی که من صاحب کار زندگی شدم افغانستان یک افغانستان ویرانه بود کسات خو چی میکنین که کسات شنیدن یک جرم بود دوت یک فضا برابر شدیم و این بسیار تشنگی مرا زیاد کرد و در نهایت امی ارزو داشتم که کسای ما زیر داشته باشم احمد زهر یک بسیار ویژه و خاص افغانستان است یک زمان خاص زندگی کرده یک زمان خاص همی کستایشت به شکل کست برامده پس آن آقا شد و اینترنت یا برامد دیگه یک قسم هر چیزش خاص است یکی در جوانی فوت کده کارهای بسیار خالقلاده کدهش اشعار ناب صدای جذاب کمپوزای فوق العاده را خوانده موسیقی بسیار خوب برش نواخته شده یک زمان خاص افغانستان زندگی کرده و کار کرده امی در مجموع یک پکیج از احمد زایر. یک پکیج بسیار جذاب از یک خاطره شیرین از افغانستان <تصفح> یکی خوب انگیزه بود که میخواستم کلکسیونش جمع کنم و دیگه ای که افغانستان می احمد زاهر مرا میبره دوباره به افغانستان وقتی مشناورش به این خاطر خوش دارم کارش دقیق راست میگم رنگ و تراست عزیز امی امکار فواد هم وقت که ستاره افغان بود جشنواره اول دوم سومش ای زیاد علاقه من بود که بره اشتراک کنه در جشنواره بیا ایره بازم دان در بین بیرو بار نمید داخل اصلا نمانده کنه در اینجا جای هر کس نیست یک نفر امی پاو جان وره که میدن که بسیار شوخ است به اجازه نمیدادن میفهمیدن که میفهمیدن که داخل به اتمند کدام یا شوخی میکنه دوره را قار میسازه آلا برایش یک فرصت میتیم فکر کنیم که شما مثل مجری را معرفی کنیم که میان روی ستیج و ما مثل دوره برای این نمبر میتیم که بازی را گذب کنیم از اول شما برادر تصمیم گرفتین که در اصف کنین دیگه انصاف نیست اول خیلی فرصت بتین سه سال خواه مدعی تیر کردم که امسال جرات میکنم بازی سال تیر میشه جرات, جرات کردن میتونستم از میکنم برو سال بعدیش خاتما جرات میکنم سه چهار سال دیر قمی تیر شد یک سه سال بعدش باز خانه جازه نداد اینه میره قم نگرد تم شد فرصت شد و در این قسمت برنامه فواد فرمان روی سیج و آهنگ خود به ما و شما اجرا میکنه به افتخار فواد فرمان چند که دور از تو پیش دیگرانم ار جا که روم نا می تو آید بر زبانم أرجوك روان يَادِ تُرَى ميكون دين دل أرجوك روان يَادِ تُرَى ميكون دين دل در قلب مني بی تو تا مول نتوانم هر جا که روم نه مت تو آید بر زبانم آقاجان ده بر ده نه دیگه همه جا بنسافی کردی هفت یا شش نه قش قستانسی با به خاطر ازی که، جان برادر در یک شرایط زمان و فضایی که ستاره افغان وجود نداره خودت هر چی که خواندی در شهر کورا یک شما پاچاست <applause> <applause> باشین که از داورا بپرسیم که داورای عزیز ما در رابطه به اجرای فواد جان فرمان چی نظر دارن حفیظ جان محمدی بفرماین شما چی فکر میکنید بله ما فکر میکنم آهنگ در مجموع خوب بود بیسوری و کماوایی در دا مجموع دیدن شد و <applause> دیندل دنج سالد لرزه پیدا کرد و دینی قسمت بوده که از امون سر کاملا برامدی این برامدی این مشکل همیشه گیت از این ما من زیاد نمیت کم نمی کنم من فقط دونیم نمره میتونم از ده دونیم نمره دونیم ما مساطر از که دو جان دیگه به ما است این اثر میشه خیلی خواهد دونیم نمره قسمت هم تو صدایتان مرغک شد سعی سموه افت بارت میتونم دفت خواهد جان والا آهنگ سرش دوال شروع کردی حاکم بودی ریاضت ریاضت زیاد بکشی بچیم ما برد نومه تو من اینجا نقش دامجگر ندارم خود <laughs> آمار دارم من دنیم دادیم و مثلا ما برد نومه تو که رای بتیمش نمیخوانم چکار هستی؟

خيبات نه کناځمه کنه مالبت خدود خدای جان میشه او بارزوی خود رسید فواد جان فرمان همگی را خدایان بارزویش برسانه صدیق صیب تاسو ته پژوان کې س شاید ډیر امراسته وکړه چې تاسو فعال حسین پژوان کې ډیر ښه پښتنه از او راته چې ما هڅی چې ورستر بلی په مخ لار سما هغه د ما رقابت له مخبل ځان سرید زه غوارم چې ل خپل ځان سره رقابت ولارم د نن د کاش چې مسبق غواړم د کاش نو اوسم مسبق غواړم د دې نه به تر اوسم مسبق غواړم د دې نه به تر اوسم نو دا ما ډیر هڅې چې پزون کې کار وکړم او بیکار کېنمم بیکاری مې نه خو کېږي او یو یو کار یو څنډې ځانګړي مې نو یو کارونه کوم یو قسم احساس کوم چې وخت می ځای کېږي نو دا شې ما ډیر هڅې بلکوم ډیر داود عزیز از تجربه چهارده ساله خود ار بگویی جوانای ما که نو آمدن از تجارب خود برشان بوی شریککنی یگونه چیزی که م به دوستها میخوایم بگویم یک اصطلا ر همی امریکایا دارن مین که نسل اول مهار یاانیکااتربهزمو ولزمو زمانی که اروپایا آمدن ایره کشف کردوآمد تاب حال ادامه داره و همو نسل اول همیشه یک قربانی میتر نسل اول همیشه باید یک شهکار کنه که به نسل دوم دو انتقال پیدا نکنه می سختی ها اینی یک مسئولیت است که ما کل ما نسل اول مهاجر هستیم ما در می رابطه که می نسل اول مهاجر بسیار سختی نبینه ما کتا مشوره دارم امریکا کشور تجارت و کار هسته کسی که نو میه اگر امکانات داره ظرفیت داره توانایی داره که او از او میتونه تجارت بر خود بسازه بسازه اینمی همی است که در میکنه زحمت بکشه به یک جای میرسه و اگر توانایی نداره پول نداره تجربه نداره این نداره نداره ما برش مشوری میست که کار مسلکی یاد بگیره هر چیزی که باشه باور کنین اینمی نلدوانی این جور کردن یخچال ها کمپیوتر uh, پروگرامینگ مثلا می کمپیوتر ساینس چقدر یک آه, چقدر کلانس. یک کسب شما یک کسب یک مسلک اگر یاد بگیره ای صاحب نان میسازه مردم جان برادر از اوبر از کار در والمارت بیاین که ما دل, بر امریکایی که اینجا سن گپ بزنیم بینی افغانستان هم داریم این است که من با, با می ما که اینجا مدن یاد میکنم به این چیزا صاحب چیز نمیشین هر روزی که خدای نخواسته مریض شدین گوش نمیمانین هر روزی که یک حادثه پیشان پیشم یک پیدا شد براتون احتیاج میشین وقتی اگر میخواین از احتیاجی براین یا باید بزنس کنین یا باید یک مسلک یاد بگیرین اینمی مشوره ایم از برای همگی داود عزیز بسیار شکر دیر مننا استاس ال وقت نه استاس مینه نه چراغ لیک پرونی تا قسم وکری دیری قسم مارکی دیری خوگی دی Uh, خو ان شاء الله چې بیا هم په فرصت باندې خل سره چې ته راغلي کالیفورنیا ته راغلي لوجینیا نه no ان شاء الله چې به خبري ډیر شو په پښتو میز به خې لاي بالکل د پښتو میز سره اټمن ما ز کالیفورنیا ته ان شاء الله دروونی ما ار وختي او ز وارم چې تاسو لنځ دی وینم ان شاء الله ان شاء الله تبان به وګي خو دې نو ز ډیره مننه کوم له تاسو نه کوم مدان چې زمو داوات کړم ماته مقدر راکوم ماته مزات راک الله تعالی تاسو ته عزت درکې ام کورونه دي ټول نه مننه لکه دونکو منهشتروسه دو پوری شای... د خبرونه یو کتله هيله د چې د مال خبرونه یا یو مانوي منفعت تاسو پورته تا کړئ وختم زای سویني لټول نه ډیره ډره مننه او ټول ته خوښوار دوستا عزیز با دوه جان عزیز بده مرې په وخت په وخت بازار مېدنه په نوم کې ګفږمګر او استعداد افغان بله دوست عزیز بخش استعداد افغان است و میمان ما کسی است که قصه های ناگفته و دردهای دل خود را با رنگ های مختلف در تابلوها نقاشی میکنم دختر مستعیده که هم معسل است هم کار میکنه و هم با ظرافت تمام نقاشی های زیبای را داره که هر نقاشیش خودش سخن میگه به افتخار استعداد افغان بانو سارا رحمانی کف بزنید بیان سارا جان بیان سارا جان خوش آمدین بفرماین ساعتان خوب بخیر 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 است بخیر است دین بفرماین سارا جان شما که چهره شاشنا هستین یک بار دیگه ما یک برنامه داشتیم منتا حال سارا جان دیگه با کارهای تازه و نو و پیام های متفاوت آمده سارا جان بخیر سلام علیکم عزیز جان. جان تشکر زنده باشین سلام بر همکارای عزیز بخیر باشین تشکر ان خوب هستین شکر فاز چی نو درس خلاص شد مسئولیت خلاص شد بله اول یک سلام به بیننده‌ی عزیز بله بله فعلا پارسال از ترانسفر کردم به ساکرامنتو استیت یونیورسیتی بله فعلا اونجا درس میخوانم دیگه کارهای جدید یک پروژه بسیار کلان داشتم یک کتاب بود ده باری خانم های افغان که بعد از او مصیبت امور امو پروژه رو کار کردیم چندین ما سرش بس دیگه بسیار یک دستاورد بزرگ بود برام تعاملات جا <applause> بود <applause> و دیگه از این هایی که آوردی بر ما در این برنامه تازه سارا جان آن ببینیم که به کدام زرافت سارا جان نقاشی میکنه و نقاشی تازهش چی پیام را داره اولین پیام یه که من نشان بتم کلتان خریدار از این نقاشی میشه <تصفح> نا تکمیل است خمونده نشان بتم تکم. فواد میگیره من میخرم باش بار شرط برد میگم این نقد یا قرضه؟ قرضه هم قرضه میشه قیمت شما باز برد میگم که اینی این نقاشی بسار زیبا ببینیم چقدر زرافت کار با سری کارکترک ها نام ماندی جان نه نه نام نماندیم منتا سوژش قسمی است که بچه که از قوم ازبک است و ایک از قوم تاجیک است و یکی دیگه هم تصمیم دارم رسم کنم پشتون ای که طفلا چقدر معصوم هستن وقتی که ای خودم هستیم هر چقدر بزرگتر میشه می تأثبات چیزا رو به وجود میاریم دقیق دالی که وقتی که تولد میشن اطفال هیچ ایش... مکتب کدام موید کوچا هیچ گپ ها نیست هیچ گپ اینا نیست خب منظورم از مو دقیق است این پایام جمعی از چه خاص زیبایی اما تو راحت خود انداخته است از این بالش تک تزویر کردی جانک نام قیس جمیل قیس جمیل قیس مگر نامه بسیار کلان موندی خب خو خیر نام چاله نگذاریم یک نفر دیگه هم تکمیل میشه یک نفر دیگه هم خو فواز سبحان فواز <تصفح> جان و سبحان جان تر میشه و بسیار پیام زیبا و چقدر به ظرافت کار کردن خوب بود جوکا تا کویر اسمی افیس ها سر پیسا جوکا تا لنه... بافت بافت شده است بافت شده بود نه از یادم خوب صحیح می کلا کا وقتی گیر رق... نخواشی میکردم پر جان محمد گفت ازی این جوکا تا یک دونه مام داشت ما خود در خانه یک دونه بود تو و نقاشی که کدش ارتباط برقرار میکنی غرق میشی اون نمونه نقاشی یعنی میام اون متراکز در کس بسیار زیباس اینا, اینا, اه. آه. اینا. آه. ایرا نه ایدم جای شاید دیده باشی ایدا پیج شاید دوست داری داشته باشند بله آه یه بسیار زیباس ای یک توضیح درباره کتاب بودم این کتاب دوباره چند شخصیت کارکترایش هستن؟ دوال که خوب چند دختر خانم هستن که یکش مثلا معصل است یکیش استاد است یکی نویسنده است که بازنشسته شده اینا همیشان در یک گروپ هستند که در واقعاتی که بر سکوت افغانستان رخ میده اینا هر لحظه در ارتباط هستن و همرا یک دیگه مسیج میکنند و این کتاب بنا به اون نشته شده و این نقاشی هم کلش از خود دیگه بله تمام کتاب باز نقاشی شما باوده داشتم یکی از انتشارات بسیار بزرگ امریکا و اروپا است یعنی نقاشی که در کتاب است همیشه از سارا جان است که میگه افتخار بسیار بزرگ است فواد خود کدام وقت رسانی کردی؟ ما گلدان میتونم باست چیز نمیتونم گلدان میکشیم یک میکشیم اوه نه بیان برمو آمده بودن برنامه دیگه کنم شما هم گلدان برمو گلدان میتونم خانگک میتونم درخت میتونم افتاب گل میتونم مطرخ افتاوه شد ما باخ و چیره بیسا سخت چیره چیره ما نداره چیره مک چیره آسان هم تا احساسی که بطنی او را به تصویر بکشی که امرای بیننده ارتباط برخیر کنه او مشکل است چیزی که از دل میره باز میگن میشینه از ما در رسامی ما که در نصف هاش برسی باز یعنی وقت از یکی دیگه هم کسی که چیری تو را یا بکشه رسامی کنم دیگه یک چیز رسم میکنی امی آخرش هم میگه این چه چیز زیبا میشه یا منتظر هستی یعنی امی... من که بکشم چی کنم آخر هم بیرو یعنی یعنی پیامی که در داخل خود نقاشی وجود می داشته باشه یه دیگه از اوج احساس خود نقاش است دیده نظر درونی یک شاعر و یک رسام نشان می یک نقاش نشان می نه سارا جان اگر ما بخویم نقاش می از همکارهای نقاش ها چی نکات را یا چی توصیه شما برش میکنی? چی نکات را در نظر گلدان بالا این بینید یا رسام شما؟ رسامی به تمرین است هر قدر انسان تمرین کنه اما قدر زیادتر حاکم میشی به سر رنگ و چیزا شما در مجموعه فکر میکنین دخترای خوب رسام هستن یا بچه ها؟ نقاش های بزرگ همشان مرد هستن مرد هستن مبارک جوابش که خواستین تک نه و این مردا را به قرار بدین جواب دندان سکن و متاسفانه شما البته کدام گلدان تن ماشین اگر باز ماشین نه گل غیر از گلدان نقاشی بزرگ دیگه کلاگی خنده میکنه بزرگ چی کلاگی خنده است ماس خنده پس اون عزیز بسیار تشکر از اینکه آمدی از کارهای نوت خبر شدیم و این نقاشی که به خیر تکمیل شد باز دیگه برای ما باز اول بده دیگه آره یک نقاشی دیگه شما در دمی آخر نشون بدیم که اعدام نه. برای برزار دخترها که در اتاقشان بند کنن یک چیز که بسیار مقبول است اون چی نوشته اونجا خیال تو خیال تو مرا به خیال عالم کرد خیال تو مرا به خیال عالم کرد خیال حالا بسیر <تصحیح> وار خطا من تصوفیست دیگه موفق کامگار باشین ساری عزیز از اینکه در برنامه گپ جمع گپ اومدین گپای نو خبر شدیم تشکر بسیار زیاد از این دوت کردیم وقت داره با ما دادیم میره با هستیم مرد با نامه داشتیم بسیار زیاد خوش شدیم افتخار میکنیم با وجود دختاره مثل شما دوستان عزیز استعداد افغان بود و شما عزیزایی که علاقه دارین در داری این داری بخش بیاین با ما قسم دستاورده بر ما در شماری که میبینین پیام بفرستین یک خدا معرفی کنین یک ویدیو تانو بفرستین مهارت چی است استعداد تان چی است بازوسا رو یک دو یک بار میبینن یک فلتر میشه بعد از با شما رو دعوت میکنیم به برنامه آینده میریم به وقفه از وقفه ادامه برنامه گپ چه میگم بله دوست عزیز بسیار تشکر از اینکه برنامه گپ جمع گپ همراه بودین اعضای دل ما به خاطر شما و به خاطر خوشی شما برنامه های زیاد را ان تهیه میکنیم برنامه های مختلف خصوصا گپ جمع گاب. که شما نظریاتتان همیشه خوانده میشه کامنت کل دوستان میخوانن بفرستین و بانین که مهمانایی که داریم معمولا می داشته باشیم که ها باشند و هفته خوب و خوش به تمام شما عزیزایی که بیننده هستین ما ان شاء دارم که با فامیلایتان خوب و خوش سپری کنین با همکارای مام هفته خوب و خوش داشته باشین همچنان باشن. شما شما عزیزان و تا یک شنبه آینده الله یار مدگارتون تا گپ جمع پاینده خوش و خوشبخت و سرفراز باشین همدلی از همزبانی بهتر است تل افغانستان زنده افغانستان و خوشی و لبخند با اچم پرودکشن این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک یور تراستد بینک برای شما تقدیم گردید عزیزای دل همه های گل بسیار تشکر از ای که ای برنامه را تماشا کردین ما برای شما عزیزا دو ویدیو و دو برنامه دیگر را پیشنات میکنم یکی ای و یکی هم شما میتونین که ایران ببینین با خانواده عزیزتان و روسیاتون نره که سابسکرایب کنین چنل اگه نکردین حمایت شما همی است لایک کنین کامنت کنین و ویدیو را با تمام از زایدگیتان شریک کنین